درود بر شما. این یک بورد بلوتوث است. BT5.0. من میخوام این بورد بلوتوث رو به این متصل کنم. حالا این چیه؟ یه پخش خودرو. من اینو از ضایعاتی گرفتم. به همین وضعیت. کثیف بود. با آب شستمش تمیز شد. فقط میخوام از این IC استفاده کنم. IC که در اینجاست. حالا قصدمون چیه؟ میخوام به کمک این بورد بلوتوث و IC که در اینجا قرار گرفته یک آمپلیفایر خانگی بسازم. تنها چیزی رو که استفاده میکنیم IC که روی این دستگاه هست. شماره این IC چیه؟ TDA8560. پشتش هم بهتون نشون بدم. IC در اینجاست. داخل این IC دو تا آمپلیفایر هست که از هم جدا هستن. 40 وات روی 2 اوم به ما میده، 25 وات روی بلندگوهای 4 اوم. ولتاژ تغذیه‌اش هم همون بین 12 تا 14.5 تا 15 ولته. برای اجرا چی می‌خوایم؟ یک منبع تغذیه می‌خوایم. میتونه پاور کامپیوتر باشه 12 ولت. یه شارژر موبایل می‌خوایم. برای این بلوتوث 5 ولت و دو تا بلندگو. اول شماتیکشو براتون می‌کشم و بعد براتون اجراش می‌کنم. خب شماره IC رو ببینید. TDA8560Q. من شکل ظاهری IC رو میکشم. پایه 1 و 13 ورودی های سیگنال. این خازن کوپلاژه. برای اینکه ولتاژ DC وارد IC نشه. من در اینجا میخوام از 1 میکرو استفاده کنم. پای مثبت در این وره. منفی این وره. دو تا خروجی داره. پایه 4 و 6. این بلندگوی اوله. پایه 7 و 9. بلندگوی دوم. ورودی سیگنال نیاز به 0 ولت یا گراند هم داره. پایه 2 میشه گراند سیگنال. پس در اینجا پایه 2 هست. این بمبان سیگناله. پس میذارمش اینجا. یعنی مثبت اینجا، منفی اینجا. همون ورودی صدا. پس برای اینجا هم همینه. پایه 2 یا پین 2. حالا برای ورود ولتاژ. پایه 5 و پایه 8. اینا میشن گراند یا 0 ولت منبع تغذیه. حالا پایه 3. ولتاژ یکی از آمپلیفایر است. پایه 10 ولتاژ دوم. پس پایه 3 و 10 باید ولتاژ بگیره. همون 12 ولت. یه پایه دیگه اینجا داریم. به اسم پایه 11. میذارمش اینجا. پس پین 11. این حالت سویچ هست. یعنی حالت استندبای، حالت میوت و حالت فعال. پس در این پایه باید ولتاژ بدیم. پس در این مدار ما به پایه 11 هم ولتاژ میدیم. الان دلیلش رو براتون میگم. پس در اینجا 12 ولت باید وارد بشه. کل مدار همینه. پس دو تا خازن، ورودی ولتاژ، اتصال بلندگوها. حالا اگه بخوایم بلوتوث رو وصل کنیم. در اینجا نوشته left, right, ground. پس ورودی یکی میشه left، یکی میشه right و این ground یا 0 ولته که در اینجا یه جک هم هست. در اینجا اصلا نیاز به لعیمکاری نداریم چون میخوایم از این جک استفاده کنیم. در ادامه عملا اینو بهتون نشون میدم و فعالش میکنم. حالا چرا ما باید به پایه 11 ولتاژ بدیم؟ شما وقتی پخش خودرو روشن میکنید یا اگه آمپلیفایر رو روشن میکنید یک صدای پاپ یا تق توی بلندگوها میاد. در این آمپلیفایر یا در این IC اگر مستقیماً IC فعال بشه این صدا ایجاد میشه. دلیلش اینه که این خازن‌ها ابتدا باید شارژ بشن و دستگاه باید تو حالت میوت باشه و بعد از اون شروع به کار کنه. رو پایه 11 سه تا مود کاری تعریف شده. مود استندبای، مود میوت و مود فعال. اگر این IC مستقیما از حالت استندبای بره رو فعال، خازن‌ها ناگهانی شارژ میشن. همین صدای پاپ رو تولید میکنه. به کمک مدار RC ما میتونیم این ولتاژ رو تنظیم کنیم. البته داخل پخش خودرو مدار هست و احتمالاً میکروکنترلر این کارو انجام میده. حالا من یک مدار نمونه براتون میکشم. میخوام از مدار RC استفاده کنم. اول مدار رو بکشم.
خب این مدار آرسی ما هست. مقاومت 10 کیلو خازن 470 میکرو. این خروجیه که به پین 11 میرسه. اگر ما در اینجا بین 0 تا 2 ولت داشته باشیم، IC در حال استند بای. اگر بشه 3 تا 6 ولت، IC میره در حالت میوت تا این خازن ها شارژ بشن. بالای 8.5 ولت IC فعاله. خب این زمان رو چی تعیین میکنه؟ این مقاومت و این خازن، یعنی مقاومت از طریق ولتاژ داره خازن رو شارژ میکنه، پس خروجی در اینجا به تدریج ولتاژش بالا میره. این زمان بندیه که مهمه، یعنی قبل از پر شدن خازن ها IC باید خاموش باشه. برای خاموش شدنم وقتی برق قطع بشه، پین 11 از طریق داخل IC یا مقاومت هایی که بیرون وصل میشه سریعا به 0 ولت میرسه تا IC بره در حالت استندبای و دیگه صدای تقه رو نداشته باشیم. خب تحلیل مدارم که خیلی راحته. وقتی تغذیه وصل بشه، خازن 470 از طریق این 10 کیلو شارژ میشه. خروجی در اینجاست. به تدریج میره بالا. اول استندبایی که براتون گفتم تا 3.3 ولت. بعد از اینکه ولتاژ به 3 یا 3.3 ولت بالاتر بره، حالت میوت فعال میشه. خازن های پایه 1 و 13 شارژ میشن. بعد از مدت کوتاهی این ولتاژ میره بالاتر و تقریبا میرسه به 8 ولت یا 8.5 ولت. در اینجا IC از حالت میوت خارج میشه و میره رو حالت فعال و چون این خازن ها شارژ شدن ما دیگه صدای تقه رو نداریم. خب این کل این مدار بود. حالا میخوایم با هم دیگه طبق همین مدار IC رو فعال کنیم. این IC TDA8560 تو کلاس B هست. این خنک کننده یا هیت سینک حتما باید وجود داشته باشه، چون 40 وات میتونه به ما بده. پس من فعلا IC رو خارج نمی کنم. اینم میبندم تا IC محکم به هیت سینک بچسبه. ولی قبل از اون پایه یک IC در اینجاست، در سمت چپ. حالا پشت برد در اینجا نوشته یک. بس ما طبق همین اجراش میکنیم، یعنی پایه یک و پایه 13. همینجا میخوام لحیمکاری ها رو انجام بدم. خیلی آسونه. خب بس رو محکم کردم تا IC خنک بشه. مولتی‌متر رو تست بوقه. برای اینکه بتونیم ولتاژ رو پیدا کنیم، این دیود ریورزه که وقتی اتصال معکوس ایجاد بشه، یعنی مثبت و منفی رو اشتباه بزنید، فیوز میسوزه. پس طرفی که خط داره میشه ولتاژ مثبت IC، طرفی که خط نداره میشه ولتاژ منفی. پس من میتونم منفی و مثبت رو همینجا وصلش کنم. براتون گفتم رو پایه 3 و 10 باید ولتاژ داشته باشیم. 1 2 3. این پایه 3. حالا پایه 10. 4 5 6 7 8 9 10. بس تا اینجا رو داریم. حالا پایه 5 و 8 به گرانده. 1 2 3 4 5. خودش اینجا وصله. نگاه کنید، مسیر داره. 6 7 8. 8 هم متصله. پس در اینجا میشه منفی و در اینجا میشه مثبت. در اینجا مثبت و منفی رو متصل کردم. شما میتونید از سوکت های پشت هم استفاده کنید. اگر سوکت ها رو دارید مثبت و منفی کاملا مشخص. حالا باید خروجی باند ها رو پیدا کنیم. میدونیم پایه 1 و 13 ورودیه. طبق معمول من دو تا خازن دارم اینجا و یک گراند 0 ولت اینجا. تو بیشتر ویدیوها ازش استفاده میکنم. اینا خازنهای کوپلاژن. برای اینکه ولتاژ وارد موبایل من نشه موقع تست کردن، دقت بفرمایید، منفی رو به سیم وصل کردم، پایه مثبت رو میخوام به IC بزنم. بس چپ و راست، لفت و رایت و یه دونه گراند. این گراند رو پایه 2 وصل میشه. اول بلنگوها رو پیدا کنیم، بعد اینو وصل کنیم. حالا میخوایم بلنگوها رو متصل کنیم. طبق شماره پین 4 و 6 میشه باند اول، پین 7 و 9 باند دوم. پس پین 4 1 2 3 4 میشه این پین.
اینجا. بس یکیش اینجا وصله. حالا پین 6. 5 6 دومیش. اینجا. بس یکی شد اینجا، یکی هم شد در اینجا. حالا پین 7 و 9. 7 8 9. بس میشه این دو تا پین. اگه مسیر رو دنبال کنیم مستقیما به ما میگه که کجا هست. از اینجا میاد اینجا. حالا تست کنم. این پایه بغلیش که شماره 9، این پایه. پس دو تا پایه یک در میان برای یه بانده، این دو تا پایه برای باند دوم. من دو تا بلنگو رو اینجا متصل میکنم. شما میتونید همینجا هم لحیم کنید، هیچ فرقی نمیکنه. از یه بلنگوی کوچیک استفاده میکنم و از این بلنگو. خب بلنگوها رو لحیم کردم. حالا باید ورودی صدا رو متصل کنم. میخوام اینو به موبایل متصل کنم. دو تا خازن گذاشتم و یه 0 ولت دارم. گفتیم که 0 ولت رو پایه 2، رو پایه 1 و 13. خب کار تموم شد. ولی ولتاژ پایه 11 که مد هست از کجا داره میاد؟ در اینجا. چون من مدار رو دستکاری نکردم و ولتاژ رو مستقیما در اینجا دادم، ولتاژ پایه 11 از طریق مدار RC داره تامین میشه. اگر دستگاه شما روشن نشد، از پایه 3 یا 10 که ولتاژ میگیره، یه سیم به پایه 11 لحیم کنید. یعنی پایه 10 رو وصل کنید به پایه 11. یعنی ولتاژ بالا بره. ولی صدای پاپ رو خواهید داشت. چون دیگه مدار RC فعال نیست، که البته قصد ما هم این بود که IC رو در بیاریم و بعدم مدار رو بسازیم. یعنی مدار RC باید بیرون طراحی بشه. هیت سینک حتما باید بسته باشه چون IC به شدت داغ میکنه. یه تست پایه انجام بدیم. منفی به منفی، مثبتم به مثبت. 12 ولت منبع تغذیه است. فعالش کنم. جریان کمه. جریان منبع تغذیه رو بالا ببرم. خب وقتی این صدا رو شنیدید یعنی مدار راه اندازی شده. حالا میخوام تستش کنم. به علت قانون کپی رایت یوتیوب من از موزیک های خود یوتیوب استفاده میکنم. صدای بسیار خوبی داره. دلیلش اینه که همین آیسی که داره بلنگوهای خود رو راه اندازی میکنه، بس کیفیت و صدا همونه. حالا میخوایم اینو بلوتوثی کنیم. خب تنها کاری که باید انجام بدید فیشی که به موبایل وصل بود و به اینجا وصل کنید. حالا با شارژر موبایل یه ولتاژ بهش بدید. Enter to Bluetooth. تمومه. فقط بلوتوث رو روشن کنید و فعالش کنید. امتحان کنیم. Bluetooth connected. Thank you.
خب همونطور که مشاهده فرمودید راه اندازیش خیلی راحت بود. حالا برای اینکه بتونید عملا ازش استفاده کنید، آیسی رو خارج کنید. هیتسینگ رو هم بردارید. بلندگوی مورد نیازتون هم انتخاب کنید. یک قاب براش طراحی کنید، برد بلوتوث رو بذارید و همه رو داخل قاب قرار بدید. حتما باید هیتسینگ بمونه چون این آیسی به شدت داغ میشه. حالا به نظر شما فقط میشه از همین آیسی استفاده کرد؟ یه لحظه برق رو قطع کنم. در مورد بلوتوث، اگر بلوتوث نویز داد منبع تغذیه رو جدا کنید، شارژر بذارید. اگر از تغذیه مشترک استفاده میکنید که اینجا هم نوشته مثبت و منفی، باید یک رگولاتور تو مسیر بذارید تا حد زیادی نویز رو براتون میگیره. اگر نمیخواید از جک استفاده کنید، یعنی نمیخواید از این فیش استفاده کنید، ورودی ها در اینجاست، لفت رایت و وسطی گراند. بس این از بلوتوث. این بخش تیونر رادیو. به نظر شما میتونیم این رادیو رو اندازی کنیم؟ ممنون میشم نظرتون رو تو کامنت برام بنویسید. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.